لطیف، خواهر مجاهد شهید علی اکبر لطیف که در قتل عام های سال 67 به شهادت رسید هستم. در واقع اوائل مرداد سال 67 بود که ملاقات ها قطع شد و دیگه به مراجعات خانواده ها هم پاسخی نمی دادن. دو سه ماه بعد ما دیگه خبری نداشتیم از بچه ها. دو سه ماه بعد رژیم شروع کرد سری به سری به خانواده ها اطلاع میداد و قتل عام ها رو اینطوری با اسامی مشخص هر هفته اطلاع میداد به خانواده ها. اطلاع دادنش هم در واقع باز یک نوع شکنجه و عذاب روحی و روانی به خانواده ها بود. به این ترتیب بود که هر هفته پنجشنبه شب ها به یک سری خانواده ها مراجعه می کردن و اطلاع می دادن که بیان به کمیته های دور افتاده و خارج از شهر. بعد اونا که مراجعه می کردند بهشون خبر شهادت فرزندانشون رو می دادن. یک بار پنجشنبه شب هم به خانواده ما مراجعه کردن. دو تا پاسدار اومدن دم خونمون و گفتن که فردا بریم به کمیته خاوران، رأس یه ساعتی گفتن که بریم به کمیته خاوران مراجعه کنیم. ما چون هفته های قبل میدونستیم و خبردار شده بودیم که چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقی افتاده، فهمیدیم که موضوع از چه قراره. روز بعد به کمیته خاوران مراجعه کردیم و اونجا ساعت بندی کرده بودن که خانواده ها با هم مواجه نشن، اونجا تجمع نشه، برای همین ساعت به ساعت مشخص کرده بودن. فقط هم یک نفر از خانواده رو میذاشتن بره داخل کمیته که از ما پدرم رفت اونجا بهش اطلاع دادن و ساک اکبر شهید رو بهش تحویل دادن. بعد از اینکه پدرم، من بیرون از کمیته توی ماشین منتظر پدرم بودم. بعد از یک ساعتی که پدرم از داخل کمیته بیرون اومد، به نظرم می اومد که به اندازه چندین سال شکسته. اومد بیرون و بدون اینکه حرفی بزنه اومد سوار ماشین شد و حرکت کردیم. هیچی نمیگفت، با اینکه بغض کرده بود و خیلی ناراحت بود چیزی نمیگفت، شاید میترسید نتونه خودشو کنترل کنه. ولی بعد از چند دقیقه شروع به صحبت کرد و ماجرا رو تعریف کرد. توی خونم وقتی رسیدیم به اصطلاح خانواده رو جمع کردیم و ساک اکبر شهید رو باز کردیم که توش یه دست لباس بود و یه سری وسایل اولیه و ساعتش که دقیقا روی تاریخ 17 مرداد از کار افتاده بود و ما اینطور فرض گرفتیم که روز 17 مرداد به شهادت رسیده. در کمیته موقع خبر دادن شهادت اکبر به پدرم گفته بودن که هیچ مراسمی نمیگیرین، عکس اکبر رو به در و دیوار خونه و جایی نمیزنین تا اگر این کارو کردید ممکنه که محل دفنش رو بهتون بگیم. البته هیچ وقت نگفتن و نمیتونستن هم بگن، چون که همه شهدا رو در گورهای دست جمعی دفن کرده بودن و روشون رو با لودر صاف کرده بودن
و نمیتونستن محل دفن کسی رو بگن. من یادم خودم موقعی که زندان بودم سالهای قبل، یک بار لاجوردی به داخل بند اومده بود و به ما زندانی ها گفتش که به امید روزی هستم که به داخل بند بیایم و همه تون رو به رگبار ببندیم. یعنی میخوام بگم این موضوع و این قتل عام ها و کشدار و فاجعه از خیلی وقت پیش برنامه ریزی شده بود و در برنامه رژیم بود که دست آخرم همین کارو کردن. به نام خدا و به یاد 30,000 گل سرخ قتل عام سال 67. اسم من علیرضا تاب، فرزند مجاهد شهید علی تاب هستم که در سال 67 در قتل عام زندانی سیاسی به شهادت رسید و همچنین دو دایی شهیدم مهدی جلالیان و هادی جلالیان. تنها خاطرات و تصاویری که از اونا به ذهنم مونده در پشت میله های زندان و در اتاق ملاقاته. چیزی که همیشه از پدرم در ذهنم مونده و همبندی‌هاش هم خیلی به اون تاکید می‌کردن، سرحالی، خنده‌هاش و شوخی‌هاش بود که همه رو به مقاومت سرفرازی و اینکه مقاومت کنند در مقابل دشمن فرا می‌خوند و به همه دست ایستادگی و مقاومت می‌داد. آخرین بار که پدرم مجاهد شهید علی تاب رو دیدم در فروردین 66 در زندان بیدادگاه انقلاب رژیم بود که نزدیک بعد از سال تحویل بود که اون من رو به سلول نزد همبندیاش برد و کلی اونجا با هم بودیم تا اینکه و این آخرین دیدار ما بود، چون بعد از اون طبق حکمی که گرفته بود و بیدادگاه رژیم اون رو به 15 سال حبس محکوم کرده بود به تهران منتقل شد که بعد از اون که به تهران منتقل شد هرچی به هر کدام از زندان‌های تهران مراجعه کردیم هیچ کس جواب قاطع و روشنی به ما نمیداد و همه میگفتن اینجا نیست و ما نمیتونستیم بفهمیم که او زنده است یا شهید شده. وقتی خبر عمومی قتل عام زندانی سیاسی رو شنیدیم شک کردیم که اون هم احتمالاً در جزء این شهدا و 30,000 گل سرخ بوده. چند سال بعد که برای کاری از بیدادگاه رژیم گواهی فوت گرفتم، تاریخ شهادت اون رو مرداد 67 اعلام کردن که این برای ما قطع یقین شد که او هم جزء قتل عام زندانیان بوده. و این در حالی بود که نه خبر شهادتمون، نه وسائل، نه وصیت‌نامه‌اش و هیچ گونه آدرس و محلی از مزار اونو در دست نداشتیم و رژیم هم هیچی به ما نمیگفت و ما در بی‌اطلاعی کامل بودیم. که سر همین موضوع هم بعد از اینکه خبر شهادت شما مادر بزرگم فهمید، از اونجا که پدرم تنها تک فرزند خانواده بود، مادر بزرگم بعد از این حادثه سخت بیمار شد و بعد از سر همین بیماری هم فوت کرد. خاطره دیگه که از پدرم دارم در سال 65 یک بار که به دیدار او در زندان قزوین رفته بودم همراه با مادر و مادر بزرگم، مادر بزرگم شروع کرد به بیتابی کردن برای پدرم. پدرم مجاهد شهید علی تاب با همون شوخی و سرحالی همیشگیش سعی میکرد که مادر بزرگم رو آروم کنه و از اون فضا خارجش کنه، اما پاستری که اونجا بود شروع کرد به ضرب و شتم پدرم جلوی دیدگان همه ما که این تاثیر خیلی بدی رو همه ما و مخصوصا مادر بزرگ پیرم گذاشت و بعد از اون بیمار شد. این بود خاطرات کوتاهی که من از پدرم داشتم به یاد اون 30,000 گل سرخ قتل عام. حسن چه ها
We'll be right back.